همگان استحضار دارن که تحریم ها در حوزه آیتی مربوط به سالهای اخیر نمیشه و مربوط به مسائل هسته‌ای نبوده. ما تقریبا بعد از انقلاب اسلامی در حوزه نرم افزار و سخت افزار تحریم بود و همه پیشرفت هایی که صورت گرفته در همین دوره اتفاق افتاده. بنابراین شایسته است قدردان مردان و زنان بزرگ و کارآفرینی باشیم که در این عرصه هنر آفرینی کردن و کشور ما رو در حوزه نظام های پرداخت در شرایطی که تحریم های ظالمانه و غیر منصفانه ای حاکم بوده به پیش حرکت دادن. اما این کافی نیست و با اولویت های ما و با آرمان های ما خیلی فاصله داره و همچنان بایستی نظام بانکی اون پویایی خودش رو داشته باشه. این همایش فرصتی است که فرهیختگان و اندیشمندان حوزه بانکی، مسئولین کشور و سیاستگزاران اقتصادی کشور در حوزه اقتصادی، در حوزه اطلاعات و ارتباطات با شما سخن بگن. بانکداران ما، مدیران ارجمند نظام بانکی نظراتشون رو مطرح بکنن. کارآفرینان عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات جدیدترین دستاوردهای خودشون رو اینجا مطرح بکنن. مهمانان خارجی که صاحبان تجربه و دانش و عملکرد در این زمینه هستن به عنوان بنچمارک و الگویی برای پیشرفت‌های خودشون رو اینجا مطرح بکنن. این رخداد بزرگ که در نوع خودش بی‌نظیر هست در کشور ما سال یک بار برگزار میشه و نتایج و ثمرات بسیار خوبی تا کنون داشته. امیدوارم همایش امسال هم منجر به این بشه که ما در دوره برداشته شدن تحریم ها که یک دوره خاص هست و یک نقطه عطف هست در کشور ما بتونیم راه گذشته خودمون رو به شایستگی طی بکنیم. جا داره من از حمایت های رئیس کل محترم بانک مرکزی جناب آقای دکتر سیف و همکارانشون در بانک مرکزی که کمک کردن این همایش مثل سالهای گذشته برگزار بشه، همچنین حمایت بی‌دریغ شرکت ملی انفورماتیک و همکاران صدیق و ارزشمند ما در این حوزه کمک کردن این همایش پا بگیره تقدیر و تشکر بکنم. همچنین از همه کسانی که به هر عنوانی کمککار ما بودن در این زمینه سپاسگزارم. جا داره از حضور جناب آقای دکتر طیب‌نیا استاد ارجمندم وزیر محترم امور اقتصادی دارایی تقدیر و تشکر بکنم که حضور دارن. انشاءالله از حضورشون استفاده خواهیم کرد. و همچنین جناب آقای دکتر واعظی که در راه هستن انشاءالله به ما میپیوندن، از حضور ایشون هم سپاسگزاری بکنم.